امروز قرار لونه پرنده بخوریم. آماده ای؟ بریم. خب بچه ها خیلی خوش اومدین به دومین ولاگ کومان. خب بچه ها سری پیش رفتیم گرونترین پیتزایی. خب 850 این سری میخواییم بریم گرونترین رستوران آسیایی. فکرم کیف پولم جا گذاشتن. من که اصلا هیچی با خواهم نیوردم. خب خدا رو شو که میا و کارتش هست. سیستم رستورانش اینجوریه که جدا اینکه گرونه، خب یکی از عجیب ترین غذاها رو داره. چی داره؟ مثلا لونه پرنده داره، خوراکی لونه واقعی پرنده ها. حالا بذار بگم ایدهش کن از کجا اومد. دی توی فیلم سینما اینا IMDb و راتن تومیتوز اینا ریت میکنن فیلم ها رو، مثلا میگن 98 97 این بهترین فیلم دنیاست. واسه رستوران ایکسی هست مثل میشلن گاید هاونایان که لاستیک میشلن میتازن. خب همون سیستم لاستیک. آره دقیقاً. کلی سال پیش اون اولا که لاستیک تازه به وجود اومد رو ماشین، خیلی سال نه اونقدر نه واسه ماشین لاستیک میساختن، آدما زیر رانندگی نمیکردن. اینا میخواستن یه کاری کنن ترغیب کنن آدما رو برن رانندگی کنن. بر همین میرفتن رستوران های جاهای باحال و میگفتن آقا بچه‌ها یه جایی هست تو فلان شهر باحال میارزه بهش رانندگی کنین برین. خب چه پیچی بودین. میگفتن آره میارزه اونجا برین لاستیک بسوزونین برین تا اونجا که هم خودش سود کنن هم مردم رستوران باحال برن. دقیقا به مرور زمان اینقدر این کار ادامه دادن که الان دیگه های پرستیژ ترین جایزه ای افتخار واسه رستوران این که میشلن استار داشته باشه. حالا چه جوریه؟ یعنی لاستیک فروشی بهتون استار میده تو خوشت میاد. آره. الان دیگه ببین خیلی قضیه مهمیه. یعنی مثلا یه رستورانی که مثلا میشلن استار داشته باشه اصلا کارش میگیره، اصلا باید پرفکت باشه. خب سیستم اینجوریه که یه ستاره داریم، دو ستاره داریم، سه ستاره. تو کل ونکوور اصلا دو ستاره و سه ستاره نداریم، فقط یه ستاره داریم. از امسال هم اومد. آره امسال این رستورانی که داریم میریم یه ستاره است. چون من رفتم گوگل کنم ببینم کجاها یه ستاره تو ونکوور، این یکیشونه. حالا قرار بریم ببینیم که واقعا میارزه این ستاره که بشتن، این غذای عجیب غریبش واقعا خوشمزه است یا نه. آماده ای؟ نه. خب بچه ها خیلی خوش آمدین به رستوران آیدن. به به چه زیباست. آیدن داک هاوس. دقیقاً یعنی خونه اردک. خونه اردک. خب خیلی تو شکل خدایی نه؟ یکی روز طلایی داریم. روز طلایی می‌بینی؟ چی می‌خوای سفارش بدی برامون؟ به بچه می‌خوای منیو رو سریع نشون بدی؟ خب ایمان از پیش غذاها شروع می‌کنم. خب پیش غذا سالاد عروس دریایی. دوست داری عروس دریایی؟ نه. چیزی اصلی بود بگم. خیار دریایی. خب؟ خیار دریایی داریم. یه نوع نه خیار نیست، واقعا حیوانیه. یه حیوان لزجیه و این شکلیه. حیوانه؟ آره آره. حیوانه، زنده است. شکل لزجیه و این شکلیه، خب؟ عکس رو تصویر میارم واسه بچه‌ها. به حالت حلزون گونه ای داره، ولی گنده. خب؟ خب چیز بعدی که میخوایم بگیم لونه پرنده است. یه پرنده خاصیه خب که تو قاره ها و کوه و اینا با بزاق دهنش لوله درست میکنه. تو قار قار اون خیلی عجیبه برام. احساس میکنم قیمتش هم از 108 دلار برای یه دونه لونه پرنده. خیلی ذوق دارم. چرا؟ خب با حالا غذای جدید دوست نمیم امتحان کنیم برای رستوران میشلن استار بریم. چیه؟ سفارش بده خود یارو بهش داد میخنده داشت. آقا خودش اینجوری بود که اینجوری نگاه بهم انداخت وقتی داشتم سفارش شناسان گفتم خیار دریایی میخوام. اینجوری نگاه کرد گفت مطمئنی؟ من اینجوری گفتم که آره. بعد دوباره اینجوری نگاه کرد مطمئنی؟ خودش گفت من دوست ندارم. آره آره اینا عروس دریایی هستن. ببین این یه عروس دریایی. وای جنسش اصلا به چنگال نمیاد، خیلی ژله‌ایه. بریم. اینگاه داری زانو میخوری. زانو. آره اون غضروف زانوه. به این فکر کن که اینا پولشو از همون میگیرن. بخور هرچی میجوام همونجا مونده. سسش خوشمزه است. مزه شادیه. سس خوشمزه است.
جنسش واقعا قزروف. دیدی مثلا مرغ داریم خورید که قزروف داره؟ انگار کلش همونه. هم سس خوشمزه است، هم بقیه چیزایی که توش خوشمزه است. یه خیار داره خوشمزه است. فقط تکسچرشه که بده. اونقدرم بد نیست، یعنی عادت می‌کنی بهش بعد از این مدت. آره من الان عادت کردم. من 40 دقیقه اصلا الان سعی می‌کنم این یه دونه. این کارو نیستی اصلا. نه من واقعا این کارو نیستم. سیفود خور نیستی. مزه سیفود نمیده اصلا. چرا؟ اصلا سیفودی نیست. به نظر من که من اگر بتونم این خیار رو بردارم لطفا با این چنگال بردارم. نه 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 میخوام تریپو حفظ کنم. خیارش خوشمزه. چقدر سری میخوره. اصلا نفسم نمیکشه. فکر کنم تموم شد. ایمان بیفته جون دیگه. تنریسی که جونشون نیفتاد عروس دریایی بود که الان من احساس آره من احساس میکنم یه جای جدید باز شده. آنلاک شده. دریا جدید باز. دریا باری کرده. تا الان در صحرا بودیم. الان بعد تمام آفزیا رو میخوره ایمان. خب بچه ها اسم این غذا هست خیار دریایی. خیار نیست، این حیوان دریایی. به این میگن 50 کله. فکر کنم اینا کله هاشه شاید 50 هده اسمش، یعنی 50 تا کله داره. حالا نمیدونم دلیل 50 تا کله به صورت به خاطر اینا چه که شیر کلشی هم. و این بسید که کف دریا اونجاها زندگی میکنه و چیزهای اونجا میخوره. آره. حالا بعد ببینیم چه مزه‌ای دیگه. اوه اصلا شروع کن. چی اولین بار خور؟ خیلی کوچیک ببر. توشو نگاه کن. بذار توشو به بچه ها نشونم. وایسا. اوه چه قشنگه. اینم لزجه ها. خیلی لزجه. اصلا نمیمونه رو چیزا. یه سانی اصلا. اوه مای گاد. وای بو رو ببین. وای. کنم اینا فهمیدن موز کنیم. همه رو قزروفا رو دارم میارم. دوست نداشتی؟ نوشته که کلی ویتامین داره ولی. یه سوایست. من بهم برخور. نه یه رد بده من. من باید از این خوشم بیاد. تلا شاید در بخور. شوش تلا داره. وای. تلاش رفت. نیست. الان احساس کنم وسطش بهتر از بعد. وسطش از سرش بهتر بود. نه. نوکش خوب نبود. تو سرش رو دوست ندارید. خودش دوست داری. خب بچه ها این لونه پرنده است، غذای اصلی که آدم واسه درست کنم. خب توف لونه... پرنده. آره لونه پرنده. این هم یه سری سبزیجات گفت مخصوص خودشونه، میخوام اونا رو انتخاب کنیم. بریم. اوه مثل ژله است. آخ کلوش خیلی دوست. چه بویه؟ توف. نه خدایی بو توف میده. نه خدایی بکن ببین اگه بو توف نداد. خوشم میاد که داری پرمرات هم برمیداری باری کلا. بد نیست؟ شیرینه. جدی؟ چون میدونم چیه دارم اذیت میشم. شیرینه. آره تو حالا لیوان دهنی منم نمیخوری بعد توف پرنده الان میخوری. جدی بد نیست. شکل حلیمه. آیا ربطی به حلیم داره یا نه؟ هیچ. چون که دارچینیه خیلی من دوست داشتم. مزه دارچینی من کلا خیلی خوشم میاد. پروتئین خیلی بالایی داره. جدی میگی؟ برو. این لونه پرنده رو خب مثل اینکه از 400 سال پیش دارن میخورن. یه غذای ولی خیلی خاصشونه. غذای خیلی شیک و غذای گرونشونه. خب چون که سخت گرفتن لونه ها. تو سوپرمارکت ها میخورن اگه تو سوپرمارکت ها ارزون ترش میفروشن ولی اونا خودشون چیزه طبیعی نیست، پرورشیه. آها. اینی که ما داریم الان میخوریم طبیعیشه، واقعا از اون قاره آوردنش. خب اینم یه سس که امیر حسین آورده، سس خیلی تند گفته. اینم قرار الان تست کنیم ببینیم چیه. به من اصلا فیلم بگیرم به من باورم نمیشه. مزه اسپناش میده. من سبزیجات خیلی دوست دارم. فرانیه؟ آره. مزه هیچی میده. هیچی. بیمزه است ولی دارچینی دیگه. همینی که میگه میدونم توف پرنده است، حس عجیبی دارم ولی بیمزه است خیلی.
تجربه جالبی بود نه؟ همین ادامهش بریم تو ماشین حرف بزنیم چون که این خانومه که داره میخونه داره دیوونه هم میکنه آهنگای اینجا آهنگای خیلی بلند میخونه با آهنگای اینجا میدم صفر از ده ولی بقیه چیزاشو نظرم تو ماشین بهتون میگم. مرسی میام دست درد نکنه. مرسی. من نمیدم خود بده. خب بچه ها نظرتون چی بود در غذایی که امروز خوردین؟ من هیچی نخوردم یادم برگ نخود ولی خوردم. خوب بود؟ خیلی خوشمزه بود. بذار بگم غذاش با ذائقه من یکی نبود. خب بله خیلی متفاوت متفاوت بود. خیلی از سکتار تو زندگیم خوردم. بعد این حالت میشلین سارشو یعنی شبیه رستوران های دیگه بود که رفتم، یه ذره شیکتر شیک و پیکتر بود یه ذره از رستوران های دیگه، ولی خب کردیت بدم بگو غذا رو خیلی سری می آورد. غذا رو سری می آورد، دستشویش خیلی طلایی و قشنگ بود. شاید میشنش به خاطر سرویس دهی خوبش بود و آپشن های منیوش که خیلی چیزای اگزاتیک و عجیبی بوده. خب این غذا رو خیلی دوست دارم. 100%. یعنی مثلا اکثر چیزاشو از خود مثلا ژاپن و چین و اینا خودشون می آوردن، یعنی مثلا چیزی نبود که اینجا بشه خرید. مثلا عروس دریاییشو گفته از خود ژاپن آورده یا خیار دریاییش از خود ژاپن آورده بودن هوکایدو. خلاصه که خیلی خوش گذشت. کامنت برتر اینستاگرام به صورت خیار دریایی میارن. ایمان خیار دریایی رو بخور. خیلی دوست دارم بچه ها. خدافظ. بچه ها گفتم بیام دستشویم بهتون نشون بدم. چقدر دستشوی شکیلیه بچه ها. دستشویش از خونمون خوشگلتره. همه چی طلاییه. بسیار شکیل، بسیار شکیل. این کشوها رو میشه گره؟ میکروفون بالای بالاست دیگه درسته؟ من بتاهم بیام جای کشوها بگیرم. مثل لاکه اصلا میاش لباس هم بذارم اینجا، لباس زمستون هم بکنم تو این کشو. خوشی که هیچ کنه نیست تو ویدیو. عروسکی تو سر من نیستی خیلی نرم و لطیفی بود ولی فعلا خیلی نرم و سفت و قدروفی و سنگی خیلی چغر و بد بدنه. چغر و بد دهن.